بسم الله الرحمن الرحیم سلام شاگردای عزیز خدا کنه جور صحتمند، من خوش و سر حال باشی طبق معمول باز هم استاد ساینس تانیا سادات در خدمتتان است که امروز درسی را از مضمون ساینس سنف ششم که عنوان درس ما انواع قوه ها می باشد صفی 54 درس 22 جلسه 27 هفته شاگردای عزیز در مورد قوه معلومات حاصل کردین و فهمیدین که قوه چی هست و در زندگی ما چی اهمیت داره در کدام موارد استفاده میشه در کارهای روزمره ما تا چی حدی از قوه ها استفاده میکنیم تمام از این مسائل شما فهمیدین نیاز نیست که دوباره تکرار شود درس امروز ما انواع قوه ها میباشه یعنی در کال وقتی که قوه بالای جسم وارد میشه و چند نوع میباشه از نقطه که وارد میشد اون نقطه را ما به نام مبدا یاد میکدیم مقدار قوه که تعیین میشد که گفتیم بنیوتن نیوتن واحدش از اندازه میشه مقدار قوه و سمت قوه بود حالا همین قوه که وارد میشن چند نوه هستن ما در مورد از این مطالعه خواهیم کرد خب در این تصویر شما ببینین شخصی که میزه تیله میکنه یعنی که دستش به تماس است همراه با تیله کردن همراه با دست خود تیله میکنه در این قسمت شما ببینید که توپی که به سمت پایین پرتاب میشه در اینجا دست ای پسرک در تماس نیست و همچنان اگر ما یک مثال دیگه هم کار کنیم خب شما ببینین در اینجا ما روی کتاب یک دانه میخه که مقناطیس هم میگذارم چه ببینین مقناطیس هست خب یک پارچه از مقناطیس است و با مقناطیس دیگه ببینید که چی کار میشه خب این مقناطیس نزدیک می سازم بدون که دست ما با تماس باشه یعنی هم توسط دست ما هیچ قوه وارد نمی شما ببینید در اینجا توته های مقناطیسی آهن ها رو برای این مقناطیس بزرگ جذب کرد دلیلش چی بود؟ امروز ما می که چند نوع قوه وجود داره صفحه 54 کتاب های تانه باز کنیم صفحه 54 در این ای تصویر ببینیم که یک مترک وجود داره و در دا این قسمت همچنان دو تا مقناطیس هست یا دو تا آهن رو باز که یکی از او در داخل مترک گذاشته شده و دیگه از این به دست گرفته شده که سبب میشه چی در اینجا چی واقع میشه مقناطیس ها دارای دو قطب میباشه که قطب شمال و قطب جنوب برش میگیم خب در قسمت ببینیم قطب شمال قطب جنوب وقتی که دو مقناطیس هم نوره با هم دیگه نزدیک می سازیم قطب شمال قطب شمال را دفع می کند پس در این صورت ما در این قسمت ببینیم که دو قطب که هم نوه هستند سمت سرخ قطب ها یک را دفع کرده این سبب می که بدون از این که دست در تماس باشه موترک حرکت کنه بنابراین اینا قوی دفع به وجود آمده و وقتی که مقناطیس نزدیک می سبب می که موترک دور شده بره پس در اینجا قوی که وجود داره بدون تماس دست است توسط است. اینجا ببینید که تیر و کمان را کش کرده و بالای از این قوه وارد شده و در اینجا هم شما ببینید که ترکتور است و زمین را قوه وارد میکنه که خاک را کلبه بکنه پس امروز در مورد انواع قوه ها ما و شما یاد میگیریم که چند نوع قوه وجود داره سوال هست در کتابتان آیا می توانیم جسمی را که بدونی که در دست ما در او با تماس باشه به با حرکت در بیاریم یا قوه وارد کنیم دقیقا مثال را کار کردم شما دیدین که بدون از اینکه دست ما در تماس باشه یا این هم مثالش است پس جواب ما بله هست در فعالیت حول میگه شما مشاهده کردین در کتابتان که موترک توسط دست یعنی در صورتی که ما در موترک تار بسته میکنیم باید با دست ما او را کش کنیم فعالیت اولی در فعالیت دوم از موترک استفاده کرده که دو مقناطیس گذاشته شده و سمت مشابه مقناطیس دیگر وقتی که با اون نزدیک میکنن اینها یک دیگر را دفع میکنن و سبب میشه که موتر از این مقناطیس دور شوه و باعث با وجود آمدن حرکت میشه پس در این صورت قوه است که دست در تماس با او نمی باشه و همچنان از قوه ها میگه در کتابتان گفته که مثلا گرفتن اشیا، حمل کردن، انتقال دادن اشیا، تلا کردن، اینها همه و همه انواع قوه ها هستند که به صورت کل این قوه ها به دو بخش رو تقسیم می شوند. انواع قوه ها به دو بخش تقسیم میشن یک یکی قوه تماسی و دیگری قوه غیر تماسی. پس گفته می که قوه ها تمام قوه هایی که وجود دارند وقتی که بالای اشیا و, اشیاء و اشیاء وارد می شوند به دو نوع می باشند که قوه های تماسی و قوه های غیر تماسی می باشد های از قوه تماسی را مسال های بسیار زیاده را آورده میتونیم. یعنی نسبت به قوه های غیر تماسی قوه های تماسی تعدادشان بسیار زیاد هستند تمام فعالیت های روزمره ما را وقتی که انجام میدیم، نه تنها با دست وقتی که دستگاه ها ماشین آلات توسط موتور ها به کار می افتن، قوه ها تماسی می باشند که یک موتور موتور دیگه را به یا از ماشین استفاده می یا چیز را میکنیم یا که دروازه را باز و بسته میکنیم چرخ چاره کش میکنیم هر اون چیزی را که دست ما امرای زو در تماس می باشه. برش گفته میتونیم که قوی تماسی است و چیزی را که دست ما هم در تماس نمی باشه. برش گفته میتونیم که قواهای های غیر تماسی است که از جمله ما میتونیم که قوی جاذبه زمین را نام بگیریم، قوی مغناطیسی را نام بگیریم، قوی الکر... الکترومغناطیسی را نام بگیریم که اینا قوه هستند که بدون از اینکه دست ما همراه با او در تماس باشه بالای او قوه وارد میشه مثلا قوه جاذبه زمین قوه غیر تماسی هست چرا غیر تماسی هست؟ به خاطر که وقتی که اشیا از سمت بالا به طرف پایین پرتاب میشوند و حرکت میکنند اینا بدون از که چیزی با اونا در تماس باشه خود به خود به سمت پایین میایه هر چیزی که از سمت بالا به سمت پایین انتقال میتیم و طرف پایین حرکت میکنه قوه جاذبه زمین رو کش میکنه در این صورت قوه غیر تماسی هست و هر قدری که کتله و ذرات جسم زیاد باشه قوه غیر تماسی بالای از او زیاد است و هر قدر که کتله جسم کم می باشه قوه تماسی هم بالای از کمتر می باشه کتله جسم خورد باشه مثلا در نظر بگیرین اگر ما یک سنگ از بالا پرتاب میکنیم از سر بام یا یک بلندی سنگ به زودی به طرف زمین یا قوی تماسی بالا بیشتر است این به طرف خود بیشتر میکشانه بخاطر که سنگ از مقدار بسیار زیاد, زیاد زرات اتم تشکیل شده که کل از با هم تجمع کردن یک جای شدن حجمش کوچک است اما زرات زیاد میباشه این به زمین میرسه اما اگر یک ورق کاغذ ما از سمت بالا به طرف پایین پرتاب میکنیم این بسیار راستاست. به سمت زمین میرسه به خاطر که مقدار ذرات کمتر است حجمش زیاد است اما کتلش کمتر میباشه به امی دلیل است که هی بایستگی به زمین میرسه پس قوی تماسی تاثیراتش بالا از او کمتر می باشد. یک بار دیگه درس جنبندی میکنیم که درس امروز ما و شما انواع قوه ها بود که در کال هر نوع قوی را که نام میبریم دو نوع و دسته تقسیم میشوند که یکی از آنها قوی تماسی می باشه و دیگر از آنها قوی غیر تماسی می باشه که ما مثال های زیادی را از قوی تماسی داریم که هر که تیله می کنیم، کش می کنیم، ماشین ها را کار میبریم زمین بلند میکنیم. تمام فعالیت های روزمره بیشتر و بیشتر با قوه های تماسی در ارتباط می باشه نه تنهایی که خود ما با دست کار می گیریم در تماس هستیم ماشین حالاتی که یک ماشین دیگر را به کار می اندازه این قوه های تماسی می باشه مثلا کرن موتر های دیگر بلند می کنه این قوه تماسی است و قوه غیر تماسی نسبت به تماسی کمتر است اما در مثلا قوی جاذبه زمین را می توانیم مثال خوبی از قوی تماسی در نظر بگیریم که غیر تماسی بو در نظر بگیریم که بدون از اینکه جسم با او در تماس باشه زمین اشیا را به سمت خود میکشانه و سوال دیگه از کوه غیر تماسی مقناطیس در نظر میگیریم که میتونه هر شیاره بدون از که در تماس باشیم به سمت خود بکشانه که مثل که ما گفتیم که مقناطیس به سمت خود کش میکد که شما در مثال هم دیدین ببینید که بدون از که در تماس باشه مقناطیس به سمت خود میکشانه و این هم کوه غیر تماسی میباشه درس ما تا همین قسمت بود حالا سوالا را از پشتان میپرسم شاگرد عزیز دقت کنین به سوالای درس قوه ها به چند دسته تقسیم شده اند خب شاگرد عزیز میتونین بگوین که تمام قوه که ما و شما در زندگی روزمری ما استفاده میکنیم به صورتمون عموم به چند دسته تقسیم شدن به صورتمون عموم به دو دسته تقسیم شدن که عبارت از, قوه از قوه تماسی و قوه غیر تماسی باشد. قوه تماسی چه نوع قوه است خب قوه تماسی چه نوع است قوی تماسی عبارت از قوه است که ما با زمانی که قوه را بالا یک جسم وارد میکنیم با او دست ما در تماس است یا که ماشینی که بالای ماشین دیگه قوه وارد میکنه با او در تماس میباشه. قوه غیر تماسی چگونه یک قوه می باشه. قوه غیر تماسی عبارت از قوی است که جسم با جسم دیگه در تماس نمی باشه. مثلا قوه جاذبه زمین و یا هم مقناطیس قوی را که با باد وارد میکنه تماسی است یا غیر تماسی سوال بسیار خوبه که فکر کنید در موردش آیا قوی را که باد هم وارد تماسی است یا غیر تماسی معلوم دار است که همون که قوی جاذبه زمین غیر تماسی بود و اشیا را به سمت خود میکشانید قوی را که باد هم وارد میکنه تماسی نمی باشه قوی غیر تماسی است مثلا در نظر بگیرین یک فرفره که شما بسازین در دست خود میگیرین با پف کردن او را از فاصله یک مقدار فاصله هم وجود می داشته باشه پس معلوم دارست که در تماس با او جسم نیستیم و او حرکت میکنه پس گفته میتونیم که باد هم قوی غیر تماسی را بالای اشیا وارد می کند. امیدوار هستم که درس امروز یاد گرفته باشین شاگردای عزیز درس ما در همین جا به پایان میرسه و کار شما ای است که یعنی ها را در کتابچه هایتان نوشته میکنین جوابش همچنان نوشته میکنین و در مورد مثال های دیگه هم فکر میکنین هر که به یادتان میاد با فامیل محترم مشوره کرده در کتابچه هایتان نوشته کنین تا درس بعدی شما را به خداوند بینیاز می سپارم الله حافظ و نگهدارتان